گذشته 6 ماه با شعار تغییر در سفره شهروندان، آیا چنین شد؟ بیش از 180 روز از آغاز به کار حکومت وحدت ملی گذشت، حکومتی که شعار بیشش انتظار بیشتر را به وجود آورد. ریشه‌کن نمودن فقر، رفع معضل بیکاری، افزایش سطح درآمد شهروندان، توسعه دسترسی با انرژی برق، پشتیبانی از صنایع کشور و ده‌ها گپ دیگر جزء از شعارهای پیش از انتخابات و حتی پس از انتخابات به شمار می رود. زمان گذشت، اما به گفته برخی ها در چند مورد خاص عقبگرد جای پیشرفت را گرفت. حتی پایتخت نشینانش می گوید ما را توسعه انرژی برق کار نیست، اما شکل گذشتهش کافی است. در کنار آن، به باور شمار نه تنها کار محسوس جهت اشتغالزایی صورت نگرفت، برعکس به لشکریان باسواد اما بیکار روز تا روز افزوده شد. میلیون ها جوان داریم که دنبال کار میگردن و از بیکاری رنج میبرن. حتی محصلین ما میرن دستفروشی میکنن در روی جاده ها تا ای که یک لقمه نان حلال به دست بیارن. اما سخنهای اقتصادی قصه های روزمرهش را نیز به همراه دارد. دلگرمی به رشد صنعت و شنواندن آواز مشکل به گوش رئیس جمهور 4 ساعت انتظار صنعتکاران را به همراه شد، اما رئیس جمهور ندیده رفت. رئیس جمهور بی کفایت چند سفیر گرفته از تالار بدون از اینکه یک خوش آمدید بگوید میره. مشکلی ما را پرسان کنم به خاطر آمدن از این حالان که همیشه میگفت و من مثل دیگه شهروند افغان تیر میشم از سرکا. ما شما شاهدش بودیم که در کمپاینای خود ایشی وعده هایی به همه گی نمیدن، اما امروز ما میبینیم که سیاست بدون اقتصاد یعنی ناکام. پاسخ نیامدن رئیس جمهور هم این گونه. جمهور تشریف آورده بود بر نمایشگاه، چون وقتی رئیس جمهور از 9 تا 12 بجه بر نمایشگاه داده بود و بعد از او جلسات دیگر داشت، به او خاطر چون مجلس بعدی داشتن و اونا معذرت خود تقدیم کردن و به اونمو اساس برای صنعتکارا به نمایندگی صنعتکارا 100 نفر روز جمعه در ریاست جمهوری خواسته. اما واکنش در برابر گپهای سرپرست وزیر همین چنین. از دکتر سوی میگیم که در روز در روز انتخاباتتان حتی حنجره ایتان قدرت گپ زدن خود نداشت، حنجره ایتان گفت یگان خشکی میکرد و امروز ما تقریبا 3 کیلومتر 4 کیلومتر در باران آمده ایم، در چی میگه سرد آمدیم که ما مشکل خود از نزدیک همراه رئیس جمهور بگیم. به هر حال وضعیت بد اقتصاد شهروندان و دیدن کودکان کنار جاده حکایت از یک داستان تلخ و غم انگیز دارد، اما پرسش ها هنوز هم پابرجاست. وضعیت اقتصادی افغانستان همین اکنون چگونه است؟ آیا واقعا شعار تغییر اقتصادی در 6 ماه گذشته زیر سایه بازی های سیاسی قرار گرفت؟ در نهایت حکومت وحدت ملی با شعار تغییر در سفره در 6 ماهی که گذشت چه کرد؟ سلام و وقت بخیر. بیننده بر روایت دیگر از تولو نیوز و تولو با من مسلم شیرزاد هستید. آقایان محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنایع، سیف الدین سیحون، نوراقا روین و رضا فرزام استادان دانشگاه با ما هستند. میهمانان گرانقدر خیلی زیاد خوش آمدید. آقای فرهنگ با شما آغاز میکنم، چون یک مدت طولانی در درون حکومت در واقع بودن یا نظاره کردن وضعیت را در درون حکومت افغانستان. بیاین بگوین امروز تصویری که میشه از امو سفره شهروندان که جز از شعارهای انتخاباتی و حتی پس از انتخابات بود داشته باشیم چه میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما میهمانان گرامی و همچنان بینندگان محترم. خب وقتی که اگر یک نظر به عقب بیاندازیم، بعد از اینکه حکومت اداره موقت آمد و کنفرانس اول توکیو در ماه جنوری 2002 ببخشین دایر شد، در اونجا افغانستان پروگرام را تدوین کرد که قبل از او کار شده بود سر از او، و او پروگرام در حقیقت آقای رئیس جمهور فعلی آقای دکتر اشرف غنی و ما به همکاری وزارتخانه هایی که در وقت وجود داشتن ترتیب کردیم که در کنفرانس توکیو که اولین کنفرانسی بود که برای دونرها جمع میشدن و میخواستن افغانستان تمویل کنن از هر نقطه نظر، مخصوصا از نگاه انکشاف اقتصادی یا ایندش، این پروگرام ما بردیم و لبتار تا اندازه
نظر به شرایط و معلومات هم وقتی که بود یک نوع برآورده و عوض اقتصادی افغانستان بود که به جامعه بین الملل پیش کردیم که در اثر جنگ های اینقدر سال طولانی چند دهه افغانستان در این موقعیت اقتصادی قرار دارد. دیگه عبادش هم میمانیم که تا به احساس از او جامعه بین الملل افغانستان کمک کنه که کار خوبی بود. ما تقریبا یک ماه کنیم سر از او کار کردیم تا این کنفرانس برای کنفرانس همی بیلانس بردیم. در کنفرانس توکیو او پیش شد و نتیجه شمو شد که در مرحله اول آغاز بود 4.5 میلیارد دلار جامعه بین الملل بر افغانستان تخصیص داد و در اونجا در این زمان گفته شد که اولویت های ما اینی چیزاست که باید عملی شود. بعد وقتی که آمدیم به افغانستان و کارها شروع شد پروگرام اینطور یک پروگرام اقتصادی که واقعا یک مدل انکشاف اقتصادی و اجتماعی بر افغانستان باشه متاسفانه این نظر به مشکلاتی که وجود داشت، نظر به عدم معلومات، عدم موجودیت احصایه ها و غیره، این تدوین شدن نتانست. بلکه کارها مقطعی صورت گرفت. گفتن وزارت به طور مثال فایامه اینی کارها را انجام بده، وزارت انرژی و آب و برق اینی کارها را انجام بده، زراعت اینی را و دیگه وزارت های سکتوری. اما وزارت های کلیدی که سیاست و پالیسی اقتصادی افغانستان و وقت می ساختن که یک وزارت بازسازی بود یک وزارت پلان اینا این فرصت پیدا نکردن در پالی اینا دفعتا یک نهاد دیگه ساخته شد به نام مؤسسه یا نهاد انسجام کمک های بین المللی که در رأس او دکتر صاحب اشرف غنی قرار گرفت و در حقیقت پالیسی انکشافی افغانستان در اونجا تدوین میشد. وزارت پلان و وزارت بازسازی که من در رأسش قرار داشتم در رأس وزارت پلان آقای محقق قرار داشت وقت که پسانتر با آقای بشردوست آمد ما در حقیقت در حاشیه بودیم عموماً از ما یکان سوال میشد اما زیادتر مجالس در وقت در بین دونرها و امین نهاد صورت میگرفت که در اونجا پروگرام ها ساخته میشد اما من فکر میکنم که از آغاز ما نتانستیم که یک پالیسی بسیار منظم اقتصادی که یک انکشاف یا رشد متوازن اقتصادی را به مفهوم متوازن از نقطه نظر جغرافیایی نه بلکه از نقطه نظر سکتوری که کدام سکتورها اولویت دارد که اول ساخته شود و کدام سکتورها بعد از او زیربنای سکتورهای بعدی میشه و این میتونه که امو قوه معرکه داخلی اقتصاده که بتانه هر سکتور را در عقب خود بکشانه و یک نوع انکشاف عمومی را در کشور بره اینمی سرش درست کار نشد این ماند تا به وقتی که دو وزارت با هم مدغم شدن وزارت بازسازی وزارت پلان وزارت اقتصاد آمد در اونجا همی کارا صورت نگرفت همون مؤسسه کار خود پیش برد تا وقتی که بالاخره به این فکر رسید جامعه بین المللی که باید یک پالیسی نو ساخته شد که عبارت از تدوین امو پروگرام ENDS یا امو استراتژی ملی انکشافی افغانستان بود که سر از او بسیار زیاد چندین وزارت بسیار مدت طولانی کار شد و بالاخره در او بنچمارک ها و اهداف هر در 3-4 ساحه سایه دولتداری بود، سایه اقتصاد، انکشاف اقتصادی بود، سایه حاکمیت قانون بود و این کل از اینا تدوین شد و او باید از در جنبی عملی خود میگرفت. اما او هم بعد از اون من از حکومت چون بر آمدم جریان بعدیش درست بسیار خبر ندارم اما همه قدر میفهمم که امو ENDS هم که یک پروگرام نسبت جامعه بود او امو کسی که مسئولش هم بود از افغانستان رفت متاسفانه او کار به جای نرسید تعقیب نشد او پلان هایی که در مابین ازی و پروژه هایی که در مابین ازی تدوین شده بود یک رقم فراموش شد و طاق نسیان به اصطلاح گذاشته شد و تا به امروز از او چیز نبرآمد. در کنفرانس دوم توکیو که دو سال پیش صورت گرفت در اونجا از امو ENDS یک 20 یا نمیفهم چقدر پروژه رو بیرون کشیدن که بردن در کنفرانس توکیو که در اونجا بگوین که اینی پروگرام رو ما در سایه اقتصادی در افغانستان میخوایم عملی بسازیم که در اونجا باز دونرها چون شرایط بسیار تغییر کرده بود چند شرط گذاشتن برای افغانستان که اگر اینی شرایط افغانستان تکمیل بکنه هنوز وقتی آقای کرزی بود وقتی کنفرانس دوم توکیو دایر شد اینی شرایط اگر افغانستان چی در سایه حقوق بشر بود در سایه مبارزه با فساد بود مبارزه با مواد مخدر بود و دولتداری حاکمیت قانون و غیره غیره در این ساحه اگر حکومت افغانستان از خود ابتکارات نشان بده باز اینی کمک ها رو ما
4.4 عدد مو نهاییش یعنی مبلغ ما تنها 4.4 چقدر تا بر اردو بود مجموعا ما کمک میکنیم که متاسفانه تا امروز که اینا یک سال از انتخابات ما چند روز بعد میگذره دیگه از انتخابات که یک سال پیش صورت گرفت و شش ماه از حکومت وحدت ملی اونمو وظایفی که در کنفرانس دوم توکیو بر حکومت افغانستان داده شده بود تا به امروز برآورده نشده بلکه رفته ای از این نقطه نظر علاقه جامعه بین المللی کم شد اما از طرف دیگه ای را هم فراموش نکنیم که نظر به ای که با وصفی که توافق صورت گرفت که حکومت وحدت ملی به وجود بیاید امی حکومت وحدت ملی تا به امروز نتانسته که حکومت خود را ایجاد کنه فلهذا تمام ادارات که مسئول انکشاف اقتصادی افغانستان هستند اینا توسط سرپرستا تقریبا اداره میشن و سرپرستا صلاحیت زیر به خود نمیتن که درست تصمیم بگیرن فلهذا نه صرف حکومت وحدت ملی یک پروگرام پیش شده نه وزارت ها که کلش به توسط سرپرست ها اداره میشن اونا کدام ابتکار را انداخته میتونند از اون خاطر است که در یک بنبستی مطلق ما قرار داریم نتیجه می بود که پیشتر ما در راپور دیدیم در هر ساحه یک نوع نارضایتی و مشکلات و آهنگ رشد اقتصادی ما که در صورت مجموعی بین 8 تا 10 فیصد بود امروز به 1 یا 1.5% رسیده و خطر از این موجود است که نفوس زیاد نفوس رشد نفوس نسبت رشد اقتصادی بلندتر بره و ما به عقب پس بگردیم اینی خطرات فعلا ما را تهدید میکنه آقای فرزان زمانی که بخوایم از شما سوال بپرسم ما چند لحظه پیش نوشته از شما را خواندم که 2 سال پیش در مورد وضعیت اقتصادی یا تصویری از وضعیت اقتصادی افغانستان را کرده بودین در اوجه به برخی از مشکلات و موانع به ویژه فراراه سرمایه گذاری خصوصی در بخش اقتصاد اشاره کرده بودن که میشه از ناامنی فقدان یک چارچوب قانونی سالم بروکراسی آلوده و فساد ناکارا محدود بودن منابع مالی و مسائل دیگه اشاره کرده بودن اگر ما بخوایم در 6 ماه گذشته برش نگاه بکنیم واقعا فکر میکنید این مشکلات هنوز هم پابرجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما مهمانان نهایت عزیز و بینندگان محترم تلویزیون شما برای اینکه ما یک تصویر روشن‌تر در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان در 6 ماه گذشته به دست بیاوریم لازم است که ما یک نگاه گذرایی داشته باشیم در مورد 13 سال تجربه حکومتداری در افغانستان و 13 سال تجربه رشد اقتصادی در کشور ما می‌خوایم تجربه 13 سال گذشته را در 2 بخش به صورت بسیار گذرا مورد ارزیابی قرار بدیم تا به یک نتیجه ملموس‌تر در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان در 6 ماه اخیر برسیم. بحث اولی است که در جریان 13 سال گذشته ما تجربه‌ها و دستاوردهای بسیار خوبی را در عرصه اقتصاد افغانستان شاهد بودیم. به عنوان نمونه افغانستان به صورت متوسط در 13 سال گذشته 9.4% رشد اقتصادی داشته که رشد اقتصادی 9.4% در واقع یکی از بلندترین نرخ رشد اقتصادی در سطح منطقه به حساب میاد. نمونه دیگه مثلا عاید سرانه افغانستان در سال 2002 168 دلار بوده ولی در سال 2012 نزدیک به 700 دلار میرسه از طرف دیگه عاید ملی افغانستان در سال 2002 3% از کل تولیدات ناخالص داخل افغانستان تشکیل میداد و در سال 2012 به 11.4% میرسه بنابراین ما در جریان 13 سال گذشته تجربه های بسیار خوبی را در عرصه اقتصاد افغانستان شاهد بودیم اما در کنار تمامی دستاوردهایی که ما داشتیم متاسفانه چالش های بسیار جدی در اقتصاد افغانستان شکل گرفت که ما به صورت بسیار خلاصه چند نمونه زیر اشاره میکنیم اول در جریان 13 سال گذشته دولت ما نتانست که یک چارچوب قانونی سالم و شفاف را برای تنظیم فعالیت اقتصادی به وجود بیاره. به چی معنا؟ به این معنا که ساختار اقتصادی افغانستان چارچوب قانونی که در افغانستان وجود داره متاسفانه میراث دوران نظام‌های اقتصادی پلان شده و رهبری شده است و این چارچوب قانونی نمیتونه مناسبات برخواسته از نظام بازار آزاد پاسخگو باشه بنابراین ساختار قانونی سالم و شفاف میتونه یک از فاکتورهای بسیار اساسی برای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی باشه که در جریان 13 سال گذشته ما نتونستیم به یک چارچوب مؤثر قانونی دست پیدا کنیم بحث دیگه شکلگیری یک اقتصاد مافیایی بسیار قدرتمند است در افغانستان که در تمامی سکتورها ما مشاهده میکنیم که متاسفانه مافیای بسیار قدرتمند شکل گرفته و این مافیا با پشتوانه قدرت سیاسی شکل گرفته یعنی اگر شما به مهمترین موارد فساد اداری در افغانستان نگاه کنین در واقع بخش اعظم از فساد اداری و بزرگترین پرونده های فساد اداری در افغانستان
با پشتوانه مقامات سیاسی و با پشتوانه قدرت سیاسی اتفاق افتاده. بنابراین این باعث شده که اقتصاد افغانستان امروز مشکل داشته باشه. بحث دیگه اقتصاد غیر رسمی در افغانستان است. بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی 80 تا 90 درصد از کل اقتصاد افغانستان اقتصاد غیر رسمی است. به عبارت دیگر دولت افغانستان بالای 80 درصد از اقتصاد کشور کنترل نداره. اگر ما از جمع اقتصاد غیر رسمی بیایم روی اقتصاد سیاسی مواد مخدر تاکید کنیم، متاسفانه در جریان 13 سال گذشته اقتصاد سیاسی مواد مخدر تبدیل به یک معضله بسیار جدی شده. اقتصاد مواد مخدر نه تنها یک چالش است در مقابل توسعه اقتصادی سالم در کشور، یک بنبست و یک چالش بسیار جدی را ایجاد کرده در مقابل دولت سازی، در مقابل دموکراسی، در مقابل به اصطلاح نهاد نشدن ارزش‌های دموکراتیک در کشور. بر صورت اگر ما بیایم جمع‌بندی کنیم در کنار از این مسائل، بحث کمک‌های جامعه جهانی است که جناب وزیر صاحب اشاره کردند. بر اساس مطالعات بسیار دقیق بالای 60 درصد از کل کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان که به نام افغانستان آمده از کشور خارج شده. به عنوان نمونه از هر دلار کمک که به نام افغانستان صورت گرفته 36 سنتش در داخل به مصرف رسیده، باقی مانده کل از کمک‌ها از افغانستان خارج شده و اون بخشی که در افغانستان به مصرف رسیده متاسفانه به صورت بسیار نامؤثر مدیریت شده که شما نمونه‌های فراوان از ما می‌تونیم در افغانستان یاد کنیم. به صورت با توجه به این مقایسه ای که ما داشتیم در 13 سال گذشته بین دستاوردها و چالش هایی که داریم، من تصور میکنم که 6 ماه یک زمان بسیار زودی بود که برای دست یافتن به دستاوردهای بسیار اقتصادی خوب. رئیس جمهور ما اعلان کردن که در جریان 6 ماه ما مثلا تغییرات ایجاد میکنیم در سرسفره‌های مردم. من تصور میکنم که 6 ماه برای تغییر بنیادی در اقتصاد افغانستان، برای راه اندازی چرخه‌های توسعه اقتصادی در افغانستان یک زمان بسیار ناچیز و کم است. بنابراین ما در 6 ماه اخیر شاهد تحولات بسیار جدی در عرصه اقتصاد نبودیم. با توجه به آمارهای اخیری که وجود داره، مثلا رشد اقتصادی افغانستان پایین‌تر از 2% رسیده، در حالی که افغانستان به حداقل 6% رشد اقتصادی سالانه ضرورت داره، چون از یک طرف میزان رشد نفوس در کشور ما نزدیک به 3% سالانه و از طرف دیگه نصف از نفوس کشور ما تحت خط فقر زندگی میکنه. بنابراین ما حداقل باید 6% رشد اقتصادی داشته باشیم تا اینکه عاید سرانه ما افزایش پیدا کنه. در مجموع من تصور میکنم که دستاوردهای 6 ماهه ما متاسفانه دستاوردهای بسیار ناکامی بوده، با توجه به اینکه در این 6 ماه گذشته رئیس جمهور افغانستان بزرگترین پرونده مالی افغانستان رو باز کردن و گفتن که ما به پرونده رسیدگی میکنیم، پرونده کابل بانک، و شما مشاهده کردین که فرجام رسیدگی به پرونده کابل بانک متاسفانه ناکامی مطلق بود، چون دولت ما واقعا نتونست ریشه های اصلی از بحران ارزیابی کنه و به یک نتیجه مطلوب رسید. آقای سیون، دو نکته در مورد چگونگی تغییر وضعیت به ویژه تغییر سفره مردم در واقع عنوان میشه. اول آقای فرزام هم اشاره کردن که زمانی که شما از تغییر میخواین گپ بزنین به ویژه تغییر سفره مردم، 6 ماه ممکن فرصت بسیار کندک باشه، و یا در کل دیدی است که برنامه های اقتصادی را هرگاهی میخواین روش صحبت بکنین 6 ماه و یک سال فرصت بسیار کمی است برای تغییر. ولی از طرف دیگر دیدگاه ای است که دید نسبت به چگونگی آوردن تغییر، مبارزه با فساد، بهبود زندگی مردم، بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر کارزار انتخابات را فقط برای گرم ساختنش بود، نه چیز دیگه. به نام خدا و ضمن عرض ارادت به مهمانان و بینندگان عزیز شما، اساسا بحث به باور من یک مقدار از پیچیده تر است از این بحثایی که تاکنون صورت گرفت. اولا من معتقد هستم که افغانستان یک نظام تعریف شده اقتصادی نداره. اگر قرار باشد که ما در چارچوب نظام اقتصادی مطرح کنیم، افغانستان فعلا نه نظام بازار به عنوان یک راهکار دقیق با او ساختارهاش پذیرفته و هم نه نظام های به طور مثال اقتصادی با معیارها و رویکرد انسانی و انسان مداره. در حقیقت در یک نوع آشفته فکری و در ندانم کاری افغانستان به سر میبره که هیچ تعریف مشخص و هیچ دیدگاه واحد در بین کارگزاران و تیم اقتصادی و سیاسی افغانستان وجود نداره. از این بابت تمام اهرم تصمیم گیری ها در ید نهادهای محافظه‌کار بیرونی قرار داشت که یک نگاهی به اصطلاح اقتصادی نئولیبرال در یک کشوری به اصطلاح پسا منازعه اینها عمود دیدگاه ها و نگاه ها را وارد کردن. من اساساً
با او نگاه مخالفی زیاد نیستم که در یک مملکت اگر مؤلفه ها و زیرساخته های نظام اقتصاد بازار با او ارزش هایی که در دموکراسی های غرب وجود داره که در افغانستان هم اینا مقدماتش مساعد باشن اونا کار میدن، اما متاسفانه در یک کشور جنگ زده و در یک کشور عقب مانده و در یک کشور بالاخره 30 سال جنگ آمدن چند مسئله را مطرح کردن. اول نگاه نئولیبرال و اقتصاد بازار با او روی کرده های کاملا غیر انسان مدارانش، این یک اقتصاد کاملا لجام گسیخته به اصطلاح غیر قانونمند. دوم بحثی که مطرح کردن قانون زدایی بود، این در حقیقت گذار افغانستان به نظاممند کردنش بعد ایوازی که حرکت کنن قانون زدایی و خصوصی سازی بعضی تصدی های دولتی که اساسا اونا رو هم نه به خاطر خصوصی کردن که از او قدر کارآمد بسازن و بیشتر به خاطر تصرف جایدادها و ایناشان مطرح شد. بحث بر سری بود که افغانستان اقتصاد و نگاه اقتصادی در تیم سیاسی افغانستان یک حلقه مفقوده بود که قطعا اینا به این مسائل اساسا هیچ توجهی نداشتن، صرف نظر از اینکه مطرح شد که به طور مثال در کنفرانس های مختلف نگاه های مختلف مطرح شد. در این کنفرانس ها ما با قاطعیت و صراحت مطرح میکنیم که در هر کنفرانس به خاطر همو کنفرانس او هم توسط نهادهای داخلی و بیرونی برای به دست آوردن یک وجه مالی که در اوجا ضرورت بود در این کنفرانس ها رفتن، از این کنفرانس به اون کنفرانس دیگر و بعضا وجوه مالی را از اون کنفرانس ها بسیار دریافت کردن که اونها امو رقمی که با صراحت اینجا مطرح شد، مثلا اونا نه انسجام لازم برای به اصطلاح فقر زدایشان، نه اینا در جهت منافع ملی افغانستان شکل می گرفتن و اینا نه اینها در جهت او ساختارهایی بودن که بالاخره به افغانستان به اقتصاد تولیدی وابه دارن. افغانستان در همین آشفته بازار به یک کشوری تبدیل شد که بیشتر تحت تاثیر تصمیم گیرندگی و تصمیم گیری نهادهای بیرونی، تحت تاثیر سیاست ها و به اصطلاح نگاه های کنفرانس های بین المللی و همچنین جلب کمک ها به هدف ای که او کمک ها را توسط نهادها و مؤسسات بیرونی اداره بشن. ارقامی که آقای فرزان مطرح کردن من با او ارقام با وجودی که تایید میدم یک مقدار اضافه کنم که ارقام رسمی وزارت مالیه خودش متعریف است و حاکی از اوست که 80% کمک ها بازگشت پذیرفتن. به طور مثال اگر از 70 یا 60 میلیارد دلار شما 80% چه اینا ارقام رسمی خودشون میگن که 80%ش بازگشت کرده. پس به این خاطر ما میگم در جریان 13 سال اخیر نه انسجام لازمی منابع اقتصادی صورت گرفت، نه به طور مثال نگاه معطوف به اقتصاد محور در افغانستان مطرح شد. اما رقمی که دوستا اشاره کردن افغانستان تعریفش یک اقتصاد ناقانونمند جنگی و اقتصاد غارت و اقتصاد غیر قانونی است که در جغرافی افغانستان مسلط است. از این بابت هر فرد، هر گروه، هر تیم سیاسی نگاه و معرفت و آگاهی خود را میخواد در افغانستان یا در جامعه تطبیق بکنه. اولا ما تا به اکنون در همین مقطع زمانی با قاطعیت و صراحت و روشنی میگم که هیچ فردی از افراد افغانستان من جمله می پاسداران نظام بازار آزاد یا نئولیبرال نه آمدن بگن که اینی اصولش است، اینی موازینش است، اینی خصوصیاتش است. در ماده 10 قانون اساسی تنها یک ماده با صراحت نوشته شده است که نظام افغانستان نظام بازار را تنظیم میکنه. ببین لابی خصوصی از این ماده چنان استفاده های تهاجمی کرد که همه فعالیت های انسان مدار، توسعه پایدار، روی کرد به پیشرفت اقتصادی، صنعتی کردن، تولید کردن، همه در کلمه تنها نظام بازار دولت تنظیم میکنه فدای این شد. اینجا در ماده 6، در ماده 13، در همه مواد دیگه دولت به توسعه پایدار، به پیشرفت اقتصادی، به نظام مثلا متوازن توسعه به اینا متحد است. من نمیگم که فعلا به طور مثال ما بریم به طرف نظام متمرکز که برنامه‌ریزی متمرکز باشه اینا باشه. اساسا افغانستان در یک آشفته بازار فکری، روانی و هم در یک ناهماهنگی و ناآگاهی در مسائل اقتصادی به سر برد که قطعا از این به بعد و هم در گذشتهش هم در نبود یک تیم کارآمد، در نبود یک دورنما و یک بسیار دید سیاسی تمام این کمک ها و هر مسائلی که صورت بگیره اینا هدر میرن در اقتصاد جنگی و مافیایی که است. اون رشد اقتصادی که دوستان اشاره میکنن یک رشد بسیار کمی بوده که در حال حاضر ما بعد رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی رشد کمی را با ماهیت فعالیت های به طور مثال نهادی و کارکردی اینا تفاوت بشه. اگر قرار باشه که بلند منزل و به اصطلاح فعالیت های اقتصادی که جا صورت گرفته اینا یک اقتصاد کاذبی به اصطلاح حبابی بودن که امروز هم ترقیده، امروز هم از اون منفعت کسی هم بهره نبرده،
افغانستان به مشغله ترین ناکارآمدترین و فاسدترین اقتصاد روی زمین بوده و هیچ اگر هر بخشی بشن تعریف داشته باشه اقتصاد افغانستان متاسفانه سرزنده‌ترین بخشش است. در مورد 13 سال یا بیشتر از 13 سال گذشته گپ نمیزنیم، در مورد 6 ماه گذشته گپ میزنیم. 6 ماهی که هم جریان شعارهای انتخاباتی که به باور بیشتر کسا یک چیز معمول هست و حتی پس از انتخابات گپ‌های از تغییر وضعیت، مبارزه با فساد و تغییر بر سفره‌های مردم و گپ‌های زیاد گفته شد. در این مورد صحبت می‌کنیم. شما بیاین به گونه مشخص بگویین که چقدر وضعیت سیاسی موجود، همون نابسامانی‌ها و ناهمگی که بین دو تیم انتخاباتی امروز هم ازش گفته میشه، تأثیر گذاشت که تغییر که میشد تصور کرد در 6 ماه گذشته، او را مردم نتونن به چشم ببینن. بسم الله الرحمن الرحیم. با احترام به دوستان و بینندگان شما جناب شیرزاد صاحب، در قدم نخست حلقه مفقوده اساسی را که مطرح سازیم، در قدم اول موضوع اساسی و نوم حلقات اقتصادی که مبتنی بر رشد کشور و چرخه‌های اقتصادی رشد و توسعه در کشور هستند متاسفانه تا امروز مفقود باقی مانده. ما نتونستیم چه کشورهای انکشاف یافته و چه کشورهای رو به انکشاف منیس المجموع اینا حلقه های معین و چرخه های مشخص رشد خود دارند که منابع باید به شکل تخصصیش مدیریت شود. از ابتدایی که بازار در قانون اساسی افغانستان اعلام گردید و به تعقیبش فعالیت های اقتصادی که در جامعه شکل گرفت، اول بازار در مجموع در جامعه تطبیق نشد به خاطر که بستر لازم قانونی، حقوقی و حمایتی در داخل افغانستان نداشت. اقتصاد در چارچوب نهادهای امیرنشین مدیریت شد. این واقعا اقتصاد با یک مدیریت واحد و با یک مدیریت متخصص و ملی سازماندهی نشد و همین القایی که منابع انسانی ما را، منابع مالی و مادی ما را و منابع فناوری ما را مدیریت میکردن ایجاد نشد و یک ترکیب از این چرخه های اقتصادی رشد ایجاد نشد. روی هم رفتم وقتی که رئیس جمهور اعلام میکنه 5 حلقه مفقوده را در سیاست خارجی افغانستان و امروز منهمک و مصروف است در رابطه با او، اما در رابطه با مسائل اقتصادی همین ساختارها وجود ندارن. قسمی که دوستا گفتن ساختارها بسیار مندرس، بسیار کهنه و غیر متناسب با وضعیت و شرایط فعلی و هیچ نوع مسئولیت عملی وجود نداشته و ندارد. تا وقتی که ما این ساختارها را ایجاد نکنیم، یک فکر اقتصادی به صورت جدی به وجود نبیاید و ساختارها و نهادهای اقتصادی شکل نگیره، شما به هیچ ترتیب نمیتونید توسعه و رشد انکشاف حتی فیصدی که به ارتباط رشد افغانستان در طول مدت زمان معین داده میشه، اگر شما 100 بیلیون دلار یا 100 میلیارد دلار در مخرج توزیع ازی بگذارید مسلماً رشد نبوده. چرا وادی که امروز پول وجود نداره یک افت و به اصطلاح کسر بسیار جدی اقتصادی رو ما در داخل جامعه میبینیم. جامعه نتونست نهادها و ساختارهای تولیدی خود ایجاد بکنه، جامعه شکل مصرفی خود داشت و شکل کمکی خود داشت و واقعا خصلت بومی و درونی و درون ذاتی خود پیدا نکرد. روی هم رفته تا زمانی که اینی فکر اقتصادی و اشخاص متخصص مدیریت اقتصاد را و سازماندهی اقتصاد را نگیره و این خلاهای بسیار دردناک را ساختار اقتصادی تنظیم و ترتیب نکنند، با چند شعار عمومی سیاست زده نمیشه اقتصاد افغانستان را به طرف مطلوب سیر داد، جهت داد. سپاسگزارم. پس از انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی، گپ کلان دیگه در مورد مبارزه با فساد جز از شعارهای پس از انتخابات هم بود و یکی از مواردش هم پرونده بزرگ فساد مالی کابل بانک. لحظات پیش هم رئیس جمهور دستور داده که مجموع قرضهایی که بیش از 72 میلیون دلار میشه، همان گونه که گفتم محاکم با جدیت برای پیگردش حکم داد و حکم نهایی را هم صادر شد، باید مراجع تنفیذ قانون هم نیز مسئولیت خود ادا بکنن. اما واقعا شعار مبارزه با فساد در 6 ماهی که گذشت جز از عملکرد حکومت وحدت ملی به شمار میرفت. تا لحظات دیگر آقای فرهنگ پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. بیننده با روایت دیگر از طلوع نیوز و طلوع هستید. در کنار دیگر مسائل اقتصادی، یکی از موارد دیگر که آینده با ثبات اقتصادی را تضمین کنندش خوانده می شد، مبارزه با فساد گفته شده بود. نه تنها در جریان کارزارهای انتخاباتی بلکه پس از آن نیز جزء از گپ‌های حکومت وحدت ملی شمرده می شد. یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی هم بحث کابل بانک بود.
تازه ترین خبرنامه از دستور رئیس جمهور و پیگرد جدی برای اصول 72 میلیون دلار آمریکایی گفته شده. فاصله شعار مبارزه با فساد و عملش چقدر بوده؟ آقای فرهنگ. خب مثل که من پیشتر اشاره کردم، یکی از کارهای خانگی که در کنفرانس دوم توکیو جامعه بین المللی بر افغانستان داده بود این بود که مبارزه با فساد صورت بگیره. اما ما در مورد مبارزه با فساد باید متوجه باشیم که این تنها فساد نیست که شخصی از یک جای، از یک بودجه، از یک منبع چین مبالغ پولی را گرفته و هرچی که با او کرده. فساد انواع و اقسام مشکل مختلف داره و با تمام ابعاد خود در دستگاه اداری افغانستان وجود داره. مصلحت، سازش، بسیار مسائل دیگه است که اگر به پول ارزیابی شده نمیتونه، اما به جمله فساد میره. اونا امی روند انکشاف و رشد اقتصادی هم مانعشون میتونن در پولی گرفتن پول و این رقم مثل که در کابل بانک شد. اینا رو میگم سر اصل سوال شما که یکی از اقدامات اولین رئیس جمهور جدید افغانستان مسئله کابل بانک بود که امیر اعلان کرد که در ظرف 40 روز یا چند گفت که ما این موضوع را فیصله میکنیم، یک طرفه میسازیم در حدود 900 چند میلیارد میلیون دلاری که مفقود اثر بود کمیسیون های ساخته شد و گفتن که رسیدگی میکنیم و این را حل میکنیم و پول ها به دست میاد. این کار صورت نگرفت. تا به امروز ما هنوز درست خبر نداریم که چی مقدار پول واقعا از این پول ها به دست آمده. اعداد و ارقام مختلفه گفته میشه. ما به صورت مجموعی وقتی که ما امرای بسیار کسا گپ میزنیم کلگی به این نتیجه میرسن که این فساد اینقدر گسترده است، مثلا نام سر کابل بانک میگم، اینقدر گسترده است و در جاهای مختلفی این تچ میکنه که کلگی به تفاهم زمینی غیر گفتگو، یعنی گفتگو نکردن، صحبت نکردن، اما خود به خود به یک توافق رسیدن که در این دایره موضوع رو چرخ میتیم اما در داخل نمیدرایم. چرا؟ کل دی شریک هستیم، نباید که این بیرون برایه. فلهازا به این ترتیب مردم میگیم که این اینجا یکقدر پول به دست آمد، اینجا یکقدر پول به دست آمد، باز محکمه ایتر کرد، او یکقدر باز او رد میکنه که نیم ایجا قرض رو دادیم، یکی میگه ما سهم خریدیم، یکی میگه ما پول نگرفتیم، یکی میگه ما یک کار دیگر انجام دادیم. در امو مرکز که نقطه حل امی قضیه است، اونجا هیچ کس تجنه میکنه. چرا میگن که همین حالت هم تو دوام میتیم بازی حکومت رو تیر میشه، آستا آستا مرور زمان این موضوع را به فراموشی میکشانه، همه این اشتباه میکنن. این هر تا وقتی که باشه این حکومت نکرد حکومت دیگه میایه، یک روزی این مسئله با تمام ابعاد خود یک راه حل پیدا میکنه و موضوع شاید یه اشخاص نباشن، چیز دیگه باشه، کسای دیگه باشن، این موضوع رو حل میکنه. این حال چی شد؟ امی وعده که رئیس جمهور جدید افغانستان برای مردم افغانستان در مسئله کابل بانک داد، چرا تا به امروز عملی نشد؟ شما پیشتر گفتین که 6 ماه تیر شد از حکومت وحدت ملی. در این 6 ماه داریم یک بخش که عبارت از این موضوع مبارزه با فساد است و هم یک قسمتش که مسئله کابل بانک است که دوگاهش کرار میگذارید، چرا در امی کوچکترین چی صورت نمیگیره؟ بله، اما صورت نمیگیره. حکومت در واقع گفته، رئیس جمهور خبرنامه‌ای که تازه آمده که مراجع تنفیذ قانون نیز مسئولیت دارند تا با جدیت تمام فیصله محاکم را تطبیق کنند. یعنی به این معنا اما قسمی که به باور رئیس جمهور محاکم با جدیت تصمیم گرفتن، باید که مراجع تنفیذ قانون هم کار خود انجام بده. اینکه محاکم تا کدام اندازه تصمیم درست گرفتن هنوز هم برای بسیار مردم مشکوک است، معلوم نیست تا کدام اندازه گرفتن. در بعضی قسمت‌ها گفته میشه که محاکم یک رقم فیصله کردن، در مورد بعضی اشخاص فیصله دیگه کردن. در اون جمله کسان دیگه هم بودند که اونا یک دلیل آمدن برای محاکم گفتند که محاکم اون دلیل قبول کرده، اونا را حتی از این قضیه بیرون کشیده. یه تو گپا زیاد شده میشه. برای ما، برای مردم افغانستان، برای کلگی است که قاطعیت باید نشان داده شود و هر کس از هر مقام، از هر جایی که در این قضیه کابل بانک شما یاد کردین و در سایر قضایا که باشه، که ما باشم شما باشین هر کس باشه، باید است که با قاطعیت تصمیم گرفته شود و عادلانه، نه بر اساس مصلحت هایی را استثناء قرار بده، او را بسیار جدی تر بگی، او را زیر فشار قرار بده، یک کس دیگه باز برای خود یک راه حل دیگه را پیشنهاد کنه که قناعت زمینی حاصل کنه. کلی از اینا ما را به نتیجه میرسونه. به نتیجه وقت میرسیم که واقعا اونمو پول هایی که وابسته رفته تحصیل شود و کسانی که کارا را انجام دادن اونا
همو جزای خود ببینن تا مردم اینو اطمینان پیدا کنن که یک دولتی هست که کارا رو پیش میگیره. سپاس. آقای فرزان، بخش دیگه از عملکرد حکومت وحدت ملی را زمانی که برش بخوایم نگاه بکنیم کارهای حکومت هست. در نوشته دو سال پیش دارم شما بخشی از مشکل موجود در حکومت رئیس جمهور کرزی را مسئله بروکراسی آلوده به فساد و ناکارگیش خوانده بودند. حکومت وحدت ملی هم زمانی که شکل گرفت در اوایل کارهای صورت گرفت و به گونه‌ای قاطعیت نشان داده شد، فلان کس برکنار شود، فلان کس به جایش بیاید، این جزء از عملکرد در واقع شمرده شد که مبارزه با فساد میشه و با بروکراسی که آلوده به فساد است. به باور شما میخواین با این با قاطعیت برخورد بکنن. بیاین ببینیم کارگزارانی که جزء از افرادی که آلوده به فساد نیستن پس از 6 ماه برش بخوایم نگاه بکنیم چرا نشان میده. یعنی حکومت وحدت ملی آنچه که به عنوان شعار افراد عاری از فساد در ساختار حکومت میگفتن تا عملی که پس از 6 ماه میبینیم چقدر فاصله داره؟ بله، تشکر. من تصور میکنم که بحث مبارزه با فساد داری یک بحث جدی است و خوب است که کمی بیشتر سرش تمرکز کنیم. من تصور میکنم که یکی از اشتباهات استراتژیک دولت جدید در 6 ماه گذشته باز کردن پرونده کابل بانک بود. ببینید بر اساس تجربه تاریخی و بر اساس بحث‌های تئوریکی که وجود داره، برخورد موردی با فساد اداری امکان پذیر نیست تا به یک نتیجه مطلوب برسد تا زمانی که شما پیش نیازهای لازم را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کنید. به عنوان نمونه چند تا پیش نیاز بسیار جدی و اساسی برای مبارزه یا به موفقیت رساندن روند مبارزه با فساد اداری وجود دارد. اول، اراده سیاسی قدرتمند. در دولت‌های گذشته متأسفانه ما اراده سیاسی قوی رو برای مبارزه با فسادداری نداشتیم، اما ظاهراً به نظر می‌رسد که دولت جدید اراده سیاسی قدرتمند رو برای در امر مبارزه با فسادداری داره که یک امر نیک است. اما اراده سیاسی کافی نیست. چند نکته بسیار اساسی به عنوان پیش‌نیاز در امر مبارزه با فسادداری مطرح است. اول، آیا شما میتوانین پرونده کابل بانک را با نهادهای عدلی و قضایی که تاگلو غرق در فساد است رسیدگی کنید؟ بنابراین اصلاح نهادهای عدلی و قضایی یک از پیش‌نیازهای بسیار اساسی در امر مبارزه با فساد اداری میباشد. هرگاه ما خواسته باشیم نهادهای عدلی و قضایی را اصلاح کنیم تا پروسه مبارزه با فساد اداری آسان‌تر شود و تسهیل‌تر شود، حداقل ما در دو بُعد میتونیم عمل کنیم. بحث اول، ساختارهای حاکم در نهادهای عدلی و قضایی و چارچوب قانونی حاکم در نهادهای عدلی و قضایی فسادزا هستند. ما پیشتر هم اشاره کردم که قوانین ما و ساختارهایی که شکل گرفته، این ساختار و قوانین منازعات برخواسته از مناسبات نظام بازار آزاد پاسخگو نیست. ما اول همین قوانین نداریم که منازعات برخواسته از نظام را به اصطلاح پیش بینی کنه و حل بسازه، و از طرف دیگه کارمندان نهادهای عدلی و قضایی آموزش لازم را ندارن تا آشناشن با منازعاتی که مختص از نظام است و از درون فعالیت اقتصادی بر مبنای بازار آزاد خلق میشن و شکل میگیرن. بنابراین ما تصور میکنیم که اصلاح نهادهای عدلی و قضایی اولین و مؤثرترین پیشنیاز در امر مبارزه با فسادداری است. دولت جدید ما و حداقل مشاور حقوقی رئیس جمهور 3000 کارمند نهادهای عدلی و قضایی رو خواسته بود که من شما امتحان میگیرم مثلا، و این با یک مشکل مواجه شدن و اونا حاضر نشدن که امتحان بدن. و این من فکر میکنم که این راه حل نیست، در واقع یک نوع توهین است به کارمندان نهادهای عدلی و قضایی. درست است که نهادهای عدلی و قضایی ما تاگلو غرق در فساد است، اما راه حل نیست که ما بیایم به لحاظ ساختاری و به لحاظ عملکردی مؤثر بسازیم نهادهای عدلی و قضایی را. بحث دیگه ای که تجربه شده در تمامی کشورهای جهان که تجربه موفق در امر مبارزه با فساد داشتن، میزان آزادی‌های سیاسی و میزان دسترسی مردم و رسانه‌ها به اطلاعات است. در افغانستان با وجودی که ما قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کردیم، اما هنوز هم رسانه‌ها نمی‌توانن اطلاعات دست اول و موثق از دولتی به دست بیارن. به هر میزانی که آزادی‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کنه، به هر میزانی که دسترسی رسانه‌ها و جامعه مدنی و مردم به اطلاعات افزایش پیدا می‌کنه، به همون اندازه ضمانت‌های لازم در امر مبارزه با فسادداری خلق میشه. بحث دیگه ای که به عنوان پیش نیاز مطرح است برای مبارزه با فساد اداری، اصلاح بروکراسی است که بروکراسی در افغانستان است متاسفانه یک بروکراسی کاملا ناکارآمد است. ما چندین تا نهاد داریم که وظیفهشان مبارزه با فساد اداری است، کمیسیون اصلاحات اداری، نهاد به اصطلاح عالی مبارزه با فساد اداری و امثال از اینا. بنابراین تا زمانی که ما بروکراسی را آسان تر نسازیم، تا زمانی که ما بروکراسی مؤثر ایجاد نکنیم، تا زمانی که یک نهاد قدرتمند مبارزه با فساد شکل نگیره، مطمئنن که تمامی تلاش های ما در مبارزه با فسادداری به شکست مواجه میشه. در نتیجه میشه رقمی گفت که تا زمانی که این پیش نیازها را دولت جدید ایجاد نکنه، هر تلاش دولت جدید در امر مبارزه با فسادداری ناکامی است. تجربه کالبان که شما دیدین که
من مطمئن نیستم که دولت ما نتونسته حداقل 10% از مشکل کابلمانگ حل بسازه، به خاطر از اینکه ما مثلا پرونده کابلمانگ میسپاریم به نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای عدلی و قضایی ما تا گلو غرق در فساد است. بنابراین هرگاه ما خواسته باشیم که دولت جدید اراده داشته باشه که با فساد اداری مبارزه کنه، در قدم اول باید یک نگاه درازمدت، یک نگاه استراتژیک در امر مبارزه با فساد اداری ایجاد کنه، و در قدم دوم پیشنهادهای لازم را که موفقیت ما را یا تلاش ما را در راستای مبارزه با فساد اداری را تضمین بکنه، این پیشنهادها را ایجاد کنه. سپاسگزارم. آقای صحیحون، زمانی که در کل بخوایم جمعش بکنیم، یکی از موارد دیگه بحث چالش‌های جدی موجود در برابر مردم یا حکومت وحدت ملی بس اقتصادشان است. یعنی به این معنا که شما که بالاهای مختلف مردم در واقع با تماس هستن، ما گاهی می‌بینم که حتی دیدیم کسایی را هم که حاضر به این هستن که بیاین با نان کار بکنن. یعنی افراد بسیار تحصیل کرده، افراد بسیار چیزفهم. یعنی وضعیت به گونه‌ای گاهی در بسیاری از جاها شکل گرفته که این افراد را وادار به این می‌سازه که بیاین بر لقمه نان کار بکنن. پس در کل اگر بخواین یک نگاهی کلی از وضعیت موجود را بکنن، فکر میکنین چالش‌های جدی اقتصادی در برابر حکومت وحدت ملی چه چیزها هست؟ این چالش‌ها متأسفانه ساختاری است، اینا مولود و میراث قرن‌ها عقب ماندگی افغانستان است. اینها بالاخره فرو افتادگی و ناتوانی یک دولت است که در طول موجودیت چند صد ساله خودش غیر از جنگ و غنیمت و معاش مستمری چیزی دریافت نکرده، و این نارسایی ها نارسایی شکل یافته از امو بحثی است که دوستان مطرح کردن. یک دستگاهی است که فساد ساختاری مانعی میشود که بالاخره فقرزدایی و گذار امو دیدگاه انسان مدار و به حساب فقرزدایی اهمال شود. ببینید در اینجا نهادهای شکل گرفتن در دستگاه سیاسی افغانستان و به ادامه از در دولت وحدت ملی که از ساختارهای پایینی تا بالایی ازی بالاخره فقط از اقتصاد تنها اما قدر میفهمند که حوزه عمومی را و منافع عمومی را در حقیقت در خدمت منافع خصوصی خودشان استخدام میکنند و از حوزه منافع عمومی بالاخره به منافع فردی و خانوادگی و اتومیستی خودش چنگ میزنن و چنگ میزنن و گویا اقتصاد در گروی منفعت خانوادگی و فردی خود قرار میدن. این متاسفانه درد افغانستان نیست، درد جهان است. توماس پیکتی یک اقتصاددان برجسته فرانسوی ارزیابی کرده که در صد و چند سال اخیر، در صد سال اخیر در دنیایی که ما بسر میبریم، نه تنها افغانستان، در دنیایی که بسر میبریم 1% مردم جهان 99% درآمد جهان در اختیار دارن و 99% جهان 1% درآمد. در افغانستان اگر در جاهای دیگه این عدالت و گونه مستقر باشد، در دنمارک و در نروژ و سویدن و درصد مردم درصد درآمد داشته باشند، ما در افغانستان با قاطعیت میتونم بازم بگم که 1% مردم 99% درآمد به اصطلاح جهان افغانستان دارن و معلوم دار مواهب و امکانات اقتصادی به گسترد به اصطلاح فورانی نیستن که از زیر زمین چشمه لایزال ثروت به اصطلاح فوران کنه. همین فردی که بالاخره اینی میره در اختیار میگیره، زمین، امکانات، منابع مادی را بالاخره یک عده محروم میشن. توزیع نابرابر، توزیع به اصطلاح ثروت و قدرت در دست یک اقلیت به اصطلاح فاسد، این امکاناتی به اصطلاح انسانی را از عده مردم محروم می‌سازد. و از همه مهمتر نگاه دولت مردان افغانستان به این پدیده ها یک نگاه تقلیل گرایانه و کاملا غیر انسانی است. اینا فکر می‌کنند که بازار خود به خود اینمی زمین‌ها را تامین می‌کنه. بازار بالاخره مکانیزمی داره که در کشور عقب مانده افغانستان، کشور جنگ زده داره، خود به خود بالاخره سعادت می‌آفرینه. بله، در تئوری در یک نظام مستقر با زیر ساختای لازم، با پیشرفت و توسعه اقتصادی، با کفایت و به اصطلاح کارایی او زمین اینها را امکان دارد تامین بکنه، اما در کشوری جنگ زده محروم بالاخره فقر زده این نگاه های بسیار اقتصادی نئولیبرال محافظه‌کار اینها منتج به همو فاصله فقر ثروت میشن که در نگاه دولت مردان افغانستان نهادین است. من با قاطعیت بازم میگم در نگاه دولت مردان افغانستان در شرایط کنونی نه توسعه اقتصادی است، نه صنعتی ساختن افغانستان است، نه تولید کردن افغانستان است، یک اقتصاد تجارتی دلالی بسیار سوداگرانه است و ترانزیت و تجارت و بسیار مالیگیری و این اینا را بحثش میخوان. اینها قطعا روی کردشان به یک اقتصاد تولیدی، اقتصاد باریشه، اقتصاد بالاخره پویا و دینامیک در مخیله و اندیشه اینا وجود نداره. اینها بالاخره همون نگاه های بسیار وارداتی که
اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای دزد و غارتگری که برای افغانستان دیکته کردن، اینا اونا را نشخوار میکنن. من معتقد هستم که اقتصاد نه اندیشه است، نه ایدئولوژی است، نه دین است. اقتصاد یک واقعیت کارکردی و عملیاتی است در اقتصاد، در زندگی روزمره. انسان ها باید بر مبنای واقعیت های اقتصادی، بر نیازی که در جامعه وجود داره، بر مبنای فاکتورها و عوامل است، برای محرومیت زدایی، برای فقر زدایی، برای توسعه انسان مدار پایدار، برای محرومیت زدایی اینا باید اهرم ها و امکانات در اختیار قرار بگیرن و رفع کنن. در نگاه دولت مدار افغانستان همون رقمی که شما در فرازای بحثان گفتین، در جامعه افغانستان بزرگترین سرفگندگی و ذلت است که گداهای بیشمار در افغانستان پرزه میزنن، محرومیت روز به روز است و امروز هیچ فرد، هیچ دولت مردی از افغانستان اشکش برای این محرومیت نریخت و هیچگاه به این مورد توجه نکرد. از این بابت به باور من یک ذلت و سرفگندگی است برای مردم افغانستان و دولت افغانستان. آقای روین، اشتغال زایی با وضعیتی که ما باش مواجه هستیم، اون قسم که پیشتر اشاره کردم، به ویژه نه تنها لشکریان بی سواد بلکه لشکریان با سواد بیکاری که ما داریم، در آغاز شعارهای زیاد داده شد که برای مجموعه که اکثریت مطلقش جوان ها هستن کار صورت میگیره، زمینه سازی برای کارکردشون، برای کار نمودنشون صورت میگیره و گپای هم گفته شد که با فلان کشور، با قطر و با عربستان سعودی و با فلان کشورهای دیگه در حال صحبت هستن. نتیجه چی بوده؟ در رابطه با این موضوع عرض بکنم که بسیار مشکل است که ما پیش به سلسله صحبت قبلی خود همی دو عرصه را و دو حوزه را ما مشخص نساختیم. وظایف دولت در رابطه با بازار و وظایف بخش خصوصی در رابطه با بازار چی بوده؟ ماموریت ها و مکلفیت ها باید مشخص بشد. با کمال تاسف که همی ماموریت و مدیریت تا امروز صورت نگرفته. چرا بخش اعظم کار در جوامعی که مبتنی بر بازار هستند باید بخش خصوصی انجام بده؟ بخش خصوصی که عمدتاً در محور قدرت سیاسی گره خورده و نتونستم شکل نرمال زندگی اقتصادی را در اینجا داشته باشه. کارآفرینی عمدتاً همین بخش که به بخش خصوصی معروف هستند، همین بخش عمدتاً کارآفرین باید داشته باشند. اینا باید توانمندی سرمایه گذاری داشته باشند، توانمندی حمایت از حقوق داشته باشند و زیر چتر قانون و حقوق بتانند فعالیت بکنند و بالاخره در مقابل ناملایمات اینا تدبیر بسنجند و راههای بیرون رفته اینا ایجاد بکنند. عمدتاً راههای بیرون رفت ذره این بدنه جامعه صورت میگیره، اما دولت قسم با بخش خصوصی و در مدیریت بخش خصوصی قسم به حیث یک جاندار عمل میکنه و بالاخره بخش خصوصی را فقط در رابطه با نوم احرامای معین نه قدرتی که در رابطه با سیاست فعلا حاکم هستند در اون محوریت تأمین کرده، هیچ نوع ابتکار و آزادی و فضای امنیت روانی و امنیت مادی را برای بخش خصوصی باقی نگذاشته. بسیار محال است که شما ببینین کسی بدون روابط با اشخاصی که در دولت رابطه و مناسبات دارن اونها یک سرمایه گذاری داشته باشن، به خاطر که خودشان نمیتونن به تنهایی سرمایه گذاری بکنن یا حفاظت و حمایت بکنن. روی ازی دلیل است که اشتغال زایی دوچار یک پرابلم و دوچار یک مشکل بسیار جدی شده. تا وقتی که قانون و قانونیت حاکم نشه، تا وقتی که به اقتصاد به صورت تخصصی در حوزه معینش برخورد صورت نگیره و حدود وظایف دولتی و وظایف بخش خصوصی مشخص نشه، تا وقتی که روحی کارآفرینی تشویق نشه، روی هم رفته ما نمیتونیم به هیچ صورت اشتغال زایی بکنیم و با مشکلات عدیده مواجه خواهد شدیم. و اگر ما بسیار آرمانی بودیم که موضوع به اصطلاح دولت، موضوع نظام، موضوع ساختار بخش قضا، بخش عدلی و قضایی ما معضله است، که اگر اراده سیاسی رو شما در این محدودیت سیاسی که ایجاد شده میبینین، غیر از اینکه ما یک مسکن موقتی برای ملت افغانستان و مردم افغانستان بتیم، در مجموع در محدودیت فعلی و در ساختار فعلی که نتونستیم نه وضعیت اقتصادی خود یک راهبرد جدید ایجاد بکنیم و به سمع ملت و مردم برسانیم و از متخصصین و دانشمندان اقتصاد کمک خواسته شوه و نه از لحاظ سیاسی بتونیم کار موثر انجام بدیم و یک دولت کارا و تاثیرگذار بسازیم. فلاحاز و شوق ازیره کردن بسیار به یک شوخی میمانه که در این وضعیت و در این حالتی که ما هیچ چیز از طرف منبع و منشأ قدرت سیاسی در رابطه با مسائل اقتصادی نمیبینیم، توقع ما این باشه که قضا هم به اصطلاح کارایش به صورت درست انجام بده، بخش عدلی و قضایی هم بتونه نرمال پیش بره، به خاطر اینکه هر کدام از اینا تاثیرگذار هستن و هر کسی که در این نهادها کار میکنه به شکل از اشکال وابستگیشان دارن. روی هم رفته اراده سیاسی صرفا یک حرف خود بود، نه یک بخش عملی و اجرایی. حالا به عنوان سوال آخر، زمانی که بخوایم یک نگاه به عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی در بیشتر از
10% زمان کاریش نگاه بکنیم، دیدی که میشه از آینده داشت با توجه به می بیشتر از 180 روزی که گذشت چه میتونه باشه آقای فرهنگ؟ من فکر میکنم که خب نباید بسیار بدبینانه موضوع رو ببینیم. هنوز فرصت موجود است اگر واقعا یک پروگرام درست و همه جانبه اقتصادی که تمام فعالیت ها متمم یک دیگر قرار بگیرن، نیوز از اینکه بر علیه یک دیگر باشند، در تحت دو شرط که یک قاطعیت است و یک حاکمیت قانون، و اگر این تطبیق شود و در عقب از این قوت های اقتصادی بسیج شوند، من یقین دارم که از این بس ما بیرون میشیم و امید میکنم که این کار حکومت وحدت ملی انجام داده بتانه. سپاسگزارم آقای فرزام. بله تشکر. من فکر میکنم که بعضی از فاکتورهایی که تاثیرگذار است برای وضعیت اقتصادی افغانستان در حداقل 5 سال پیش رو، لزوما این فاکتورها فاکتورهای اقتصادی نیست. یک از فاکتورهای بسیار بنیادی که وضعیت اقتصادی افغانستان میتونه تعیین کنه بحث ثبات سیاسی و منازعه تاریخی تقسیم قدرت در افغانستان است که به هر میزانی که ثبات سیاسی در افغانستان پایدارتر شده میره، به هر میزانی که ثبات سیاسی تضمین شده باشه در آینده افغانستان، ما میتونیم امیدوار باشیم به وضعیت رشد و توسعه اقتصادی در کشور. در کنار ثبات سیاسی، افغانستان ظرفیت‌های بسیار عظیم اقتصادی داره که در صورت مدیریت سالم ما میتونیم در 10 سال آینده تبدیل شویم به یک از کشورهایی که حداقل میزان وابستگی مالی ما به کمک‌های جامعه جهانی کاهش پیدا کنه، رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کنه و ما در واقع معضلات اقتصادی که امروز داریم به حداقل ممکن برسه. این ظرفیت ما داریم و فقط مدیریت و برنامه‌ریزی برای آینده لازم است. سپاسگزارم آقای سیحون. خب فساد ساختاری به باور من در بدنه دستگاه دولت از صدر تا ذیل، اینها موانع عمده هستند در جهت تحقق استراتژی ها و سیاست ها، مخصوصا استراتژی های عملی و فعالیت ها. ولی امر رقمی که دوستان مطرح کردن، فرصت ها هم وجود داره با مثلا برنامه‌ریزی، با بالاخره طرح دیدگاه های معین برای حداقل فرصت ها و استفاده از امکاناتی که در داخل افغانستان، پتانسیل ها و ظرفیت های ملی را باید به کار بگیره. و از همه مهمتره که افغانستان یک فرصت داره برای که ثروت های ناکار به کار نانداخته، که ادعا میشه که در حدود 20 تا 30 میلیارد دلار در داخل افغانستان هستند به اصطلاح داشته هایی که به کار نافتیدن. افغانستان هنوز هم یک فرصتی داره برای بالاخره گزارش به طرف اقتصاد تولیدی، حمایه از مؤسسات و نهادهایی که اینا بتونن کار و مشغله رو در افغانستان ایجاد کنن. اینها عملی هستن، رقمی که در جاهای دیگه جهان هم عملی هستن. برای این اراده، دید و به اصطلاح عزم و همچنین زدودن افراد فاسد از دستگاه. سپاسگزارم. کپ آخرم از شما. در رابطه با انکشاف اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی، تا وقتی که راهبرد اقتصادی از وضعیت مبهم فعلی نجات پیدا نکنه و وضعیت افغانستان با در نظر داشت واقعیت تلخی که وجود داره و انکشافاتی که در رابطه با افغانستان به ارتباط مسائل بین المللی صورت میگیره، یک مخرج مشترک با واقعیت‌های جامعه افغانی ما انطباق داشته باشه، بدون کشیدن اتر یک واقعیت و حرکت کردن در این مسیر و کمک از جوانب مختلف، چی به حوزه دولت و چی بخش خصوصی، ما نمیتونیم با مشکلات فعلی فایق بیاییم. سپاسگزار از دور آقایان رضا فرزام، نوراقا روین، سیف الدین سیحون و محمد امین فرهنگ. و از شما نیز سپاسگزار. شما میتونید همچنان برنامه روایت دیگر را در تلونیوز.com صفحه روایت دیگر بینده باشید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.